سلام به همه من علیرضا هستم و تو این ویدیو قصد دارم که کارکرد کارپلی رو بهتون نشون بدم. خب همونطور که گفتم تو این ویدیو میخوایم با اپل کارپلی بیشتر آشنا بشیم و توضیح بدیم که اون چیه. کارپلی سیستم اپل بود که برای استفاده توی ماشین جزوی از iOS معرفیش کرد. اولین بار با iOS 7 با قابلیت iOS in the car معرفی شد ولی خب اسمش تغییر پیدا کرد و با نام کارپلی به بازار عرضه شد ابتدا ماشین های کمی اون رو پشتیبانی میکردن ولی الان کمتر ماشینی هست که در سال 2020 ساخته بشه و از این قابلیت سیستم عامل iOS پشتیبانی نکنه کارپلی در واقع یک صفحه نمایش دوم برای گوشی شما توی ماشینتون هست سازنده خودرو، اون رو در اختیار اپل قرار میده که حالا میتونه به صورت کابلی باشه میتونه به صورت وایرلس باشه تا همونطور که گفتم به اپل اجازه میده که آیفون با سیستم ماشین ارتباط برقرار کنه و یک صفحه نمایش دومه حالا لمسی یا با ترک پد یا موس که تو بعضی ماشینا هست بهشون رو کنترل کرد و اینترفیس خیلی خوبی داره برای ماشین لازم اشاره کنم که این نسخه که ما باش کار خواهیم کرد دیزاین جدید کارپلی توی iOS 13 است به طور کلی بازطراحی شده و خیلی بهتر شده نسبت به نسخه قبلیش نسخه قبلی عملا خیلی عقب از این چیزیه که الان داریم خب حالا که این مقدمه از کارپلی رو بهتون گفتم وقتش یه باش کار کنیم و اون بیشتر آشنا بشیم همونطور که گفتم توی آیس 13 دیزاین کارپلی به طور کلی تغییر پیدا کرد و یکی از تغییرات بزرگ اون صفحه جدید داشبورده که در سمت چپ لیست اپاتون قرار میگیره این صفحه همیشه در این جایی که بهتون نشون دادم حضور داره همینطور اگه تو لیست اپاتون باشید با استفاده از این دکمه میتونید خیلی سریعتر بهش برسید یه سری ویجت داره همونطور که از اسمش معلومه یه داشبوردیه که یه سری ویجت داره در سمت چپ اون همیشه یک نقشه هست که از اپل مپس استفاده میکنه و موقعیت فعلیتون رو, رو روی نقشه نشون میده اگه در حال حرکت باشید باتون حرکت میکنه و میتونید حدودی بفهمید که کجا دارید میرید و اما اگه از اپل مپس برای مسیریابی استفاده کرده باشید مسیر رو هم میتونه اینجا بهتون نشون بده در سمت راست همیشه دو تا ویجت هست یه حالت سومی هم وجود داره که ویجت سومی بهتون نشون داده بشه ولی حالت عادی این دو تا ویژت رو میبینید که یکیشون مکان‌های منتخبتون باز توی اپل مپس و یکی دیگه آهنگ در حال پخشه که مهم نیست از چه اپلیکیشنی باشه از هر اپلیکیشنی باشه اینجا میتونید اون رو کنترل کنید و اسم و کاورش رو ببینید اون حالت سومی که بهتون گفتم میتونه شورتکات های هوم کیت باشه که خیلی فکر نکنم کسی تو ایران ازشون استفاده کنه مثلا بر اساس موقعیت مکانی میفهمه که اگه رسید به خونه پیشنهاد میده که با زدن روی این شورتکاتی که اینجا میاد مثلا در گاراژ رو باز کنید یا از این دست شورتکات ها بهتون پیشنهاد میده که فکر نکنم کسی از اونها استفاده کنه اما بریم به صفحه اصلی خود کارپلی اولین چیزی که میبینیم و همیشه توی یو آی کارپلی اون رو میبینیم این نوار سمت چپه که همیشه داریمش خب خیلی ساده است این بالا ما همیشه ساعت رو میبینیم الان قرمز شده من چون دارم باش ویدیو میگیرم و همون نشونه فعال بودن میکروفونه زیر اون آنتن رو میبینیم و نوع کانکشن اینترنت حالا اگه وایفای باشه اینجا وایفای میاد LTE 3G یا هر چیز دیگه ای اگه از کارپلی وایرلس استفاده کنید زیر اینها درصد باتری رو هم نشون میده ولی خب اگه کارپلی روی کابل باشه اینو نشون نمیده چون خب باتری گوشیتون در حال شارژه و احتمالا دیدن که نیازی نیست نشونش بده اما این سه تا اپلیکیشن یه فلسفه جالبی دارن و در واقع آخرین اپلیکیشن های هستن که بازشون کردید ولی با یه فرق ریزی این بالایی همیشه آخرین اپ نقشه که استفاده کردید وسطی همیشه آخرین اپ موزیکی که استفاده کردید پایینی همیشه آخرین اپلیکیشن جنرالیه که استفاده کردید یعنی مثلا من اگه اسپاتیفای رو باز کنم اپ وسط عوض میشه و اسپاتیفای رو به من نشون میده یا مثلا من اگه گوگل مپس رو باز کنم این عوض میشه و گوگل مپس رو به من نشون میده و مثلا اگه اپ جنرال مثل کلندر رو باز کنم این پایینی تغییر میکنه و خیلی خب راحت میشه بینشون جابجا شد مثلا آخرین اپ موزیک من اسپاتیفای بوده پس اونطوری میرم سراغ اسپاتیفای این پایینی هم نقش دکمه هوم رو داره یا رفتن به داشبورد و اگه نگهش دارید سیری رو فعال میکنه براتون حالا میرسیم به معرفی اپلیکیشن های پیشفرز کارپلی و چند اپلیکیشن معروف دیگه که ببینیم اونا تو محیط کارپلی چجوری کار میکنن و چجوری به ما کمک میکنن تا از اپلیکیشن های روی آیفونمون توی خود رو استفاده کنیم اولیشون اپلیکیشن فونه که مثل نسخه آیفونش پنج تا تب داره کانتکت های مورد علاقتون تماس های اخیرتون کانتکت یکی پد و وایس میل و خیلی راحت میتونید از همشون استفاده کنید و خیلی دکمه ها بزرگتره برای استفاده توی ماشین تا راحت تر بتونید از تلفنتون استفاده کنید مورد بعدی میوزیک هست که در واقع همون سرویس اپل میوزیک خود اپل توی آی اس سی 13 جزء اپای بوده که ریدیزاین شده و خیلی استفاده ازش راحت کرده اینجا چارت آلبوم آخری که به لایبرری اپل میوزیکتون استفاده کردید رو میبینید مثل خود اپل میوزیک این گزینه‌های های پلی آلبوم سانگ رو دارید و تب فور یو براوز رادیو اینجا برید خب آلبوم های آخری که اضافه شده به لایبرری رو میبینید و یه برای اینکه خب تو ماشین هست برای اینکه یکم راحت تر باشه مثلا اگه بخواید یه آرتست رو انتخاب کنید که حرف اولش با تی شروع میشه کافی اینجا رو بزنید حروف های اول رو بهتون نشون میده و خب خیلی سریع تر میتونید تی رو بزنید و برسید به بخش تی مثلا آرتیست ها همونطور که گفتم تب فور یو رو داره تب براوز رو داره و تب رادیو رو داره و خب این هم نمایه ناو پلینگ آهنگ است که حین پخش آهنگ بهتون نشون میده کنترل های عادی کاور آلبوم که خب این هم با ستایرس 13 اضافه شد نداشت تا قبل از این فقط به صورت بلر شده در پشت اسم آهنگ دیده میشد اینو میشه تو سیتینگ خاموش کرد بهتون نشون میدم دکمه های شافل و ریپیت و یه سری آپشن دیگه که حالا بتونی یه آهنگو به لایبرریتون اضافه کنید ازش رادیو درست کنید لایکش کنید یا بگید که از این آهنگ کمتر پیشنهاد بده خیلی خوبه برای کنترل موزیک امیدوارم که اسپاتیفای و بقیه اپ‌های موزیک هم یکم یو عوض کنن که مثل اپل میوزیک توی کار خیلی بهتر قابل استفاده باشه اپ بعدی که بهش میرسیم اپ مپس هست که اپل مپس طور که گفتم و خیلی به درد ما نمیخوره فقط میتونید ببینید که اینطوری ولی خب در کشورهایی که اپل مپس بهتون دیرکشن میده خیلی بهتر و کاربردی تره و خیلی آپشن های خوبی در اختیارتون میذاره همونطور هم که گفتم مثلا من اپل مپس رو که باز کردم آخرین اپ نقشم شد اپل مپس مورد و بعدی مسیجز اونطوری نیست که فکر کنید بتونید پیام هاتون رو بخونید و روی هر کدوم که بزنید هیچ یو آی تغییر نمیکنه فقط سیری براتون میره سعی میکنه آخرین پیام رو بخونه و میپرسه که آیا میخواید ریپلای کنید یا نه رو اینا بزنید هیچ یو آی قرار نیست بهتون نشون داده بشه و فقط از سیری استفاده میکنه ولی خب اگه پیاماتون به زبان انگلیسی باشه خب خیلی کاربردیه ولی وقتی فارسیه اصلا نمیتونه بخونه حتی پس نوتیفیکیشنش به درد میخوره میتونید بفهمید یه کانتکتی بهتون پیام داده ولی اگه پیام فارسی باشه نمیتونید بخونید مورد بعدی صفحه ناو که حالا میاد بسته به اپ اگه هر اپی باز باشه میره توی اون اپ و صفحه ناو پلینگش رو براتون میاره اپ بعدی که من اینجا گذاشتم اپ سپاتیفای در هومش میاد یه سری پلیلیست بهتون پیشنهاد میده ریسنتلی پلیلیتون رو میده براوز رو میده و لایبرری خودتون که میتونید به آهنگایی که سیف داشتی دسترسی پیدا کنید خب خوبه برای استفاده تو ماشین خوبه ولی میگم میتونه مثل اپل میوزیک خیلی بهتر باشه اپ بعدی که من خیلی ازش استفاده میکنم اپلیکیشن ویزه که خب توی ایران خیلی کاربردیه میتونید باش مسیر یابی کنید کیبورد داره میتونید ریپورت ها رو مسیر به ویز ارسال کنید که حالا پلیس دیدید تصادفی دیدید و اینجا اطلاعات مسیرتون رو میبینید میتونید سرچ کنید میتونید صدا رو خاموش خیلی عالیه یعنی بر استفاده تو ماشین خیلی خوب بینه شده و واقعا ویزی اپلیکیشنی که توی ایران حداقل خیلی به کار میاد در کشور دیگه هم خیلی به کار میاد ولی خب برای ما که تنها اپی که به همون دیرکشن میده ویزه و اون میتونید توی کارپلی هم استفاده کنید و همونطور که گفتم خیلی خوب و بهینه شده برای صفحه نمایش توی ماشین و خیلی راحت میتونید مسیر خودتون رو پیدا کنید اپ بعدی اوورکست هست که من برای پادکست ازش استفاده میکنم نکته خاصی نداره صرفا لیست پادکستتون رو میاره و میتونید انتخاب کنید و بهش گوش بدید در صفحه دوم اپ پادکست خود اپل رو داریم اپ چیز خاصی نداره لایبرری رو دارید و براوز رو دارید اگر از سرویس اپل پادکست استفاده میکنید خب اپ خوبیه برای تو ماشین که به پادکست های مورد علاقتون گوش بدید آدیو بوکس خود اپل رو داریم که از اپ اپل بوکس استفاده میکنه اگر آدیو بوکی سیف داشته باشید میتونید توی ماشین از اون استفاده کنید اپ بعدی که توی آیس 13 اضافه شده یه کلندره که فقط تاریخ روز رو نشون میده و اگه ایونتی توی کلندرتون داشته باشید میتونید اینجا ببینید اگه از اپ کلندر خود اپل استفاده میکنید و اپ بعدی هم که باز توی آیس 13 به پلی اضافه شده سیتینگز پلی uh, هست گزینه اولش دونات دیستر وایل درایوینگه که اگه روشنش کنید به محض اینکه گوشیتون رو به کارپلی متصل کنید دونا دیستر وایل درایوینگ رو براتون فعال میکنه که اگه پیامی اومد مزاحمتون نشه گزینه حالا تو آیس 13 ما گزینه دارک مود رو دیدیم توی کارپلی آیس 13 گزینه لایت مود در اضافه شده یعنی در کارپلی های قدیم فقط اینترفیس دارک رو داشتیم الان یه گزینه اتوماتیک اضافه شده که روزها اینترفیس رو سفید کنه و شب ها بره روی حالت دارک مود و اگه صفحه نمایش ماشین تو خوب باشه شاید تو روزا مثلا سفیدش هم یعنی حالت لایتش هم خوب باشه خیلی سلیقه‌ایه این ساجستشنز این داشبورد همون قسمت سومیه که بهتون گفتم میاد شورتکات و اینا پیشنهاد میکنه و آخریش هم شو آلبوم هارته که آیا عکس آلبوم روی صفحه های ناو نشون بده یا نه مورد بعدی گوگل مپس نشون میده ولی مثل گوگل مپس روی گوشی مسیریابی نمیکنه صرفا یه پریویوی مسیر بهتون نشون میده و خب شاید خیلی به کار نیاد تو ایران ولی باز اگه تو کشور دیگه هستید این هم اپ خوبیه برای مسیریابی اگه تو کشورتون از گوگل مپس بیشتر استفاده میکنید میتونید از این یکی برای مسیریابی استفاده کنید اپ بعدی واتس اپ اپ های مسنجر کلا توی کار پلی یو ندارن یعنی من اینو بزنم اینترفیس میشه و شروع میکنه پیامای آنرید هم برای میخونه پس خیلی به درد نمیخوره بودنش فقط به این درد میخوره که اگه نوتیفیکیشنی بگیرید از واتساپ روی کارپلی میبینیدش یعنی اسم فرستنده از پایین میاد بالا و میتونید ببینید که یه نوتیفیکیشن دارید تلگرام هم از اضافه کرده پشتیبانی از کارپلی رو و اون هم به همین صورت یعنی بزنید صرفا یو اه... آی سیری میاد و میگه که اگه میخواد پیام خوندت... نخوندتون رو براتون بخونم و شروع میکنه بخوندن و اپ بعدی هم رادیو جوانه خب یه اپ معروف ایرانیه برای گوش دادن به موسیقی اگه استفاده میکنید ازش میتونید توی خود را هم از کارپلی اپ رادیو جوان برای کارپلی استفاده کنید یو خوبی داره حالا اینم میتونه بهتر باشه ولی خب خوبه کار اندازه خوبه که دیولوپر ایرانی هم این ساپورت رو برای کارپلی دارن و یوتیوب میوزیک اگه از سرویس یوتیوب پریمیوم استفاده میکنید یوتیوب میوزیک هم دارید خیلی اپ ساده اینه یعنی همشون ساده تر اینه تازه تغییر کرده و سری گزینه دیگه بهش اضافه کردم خلاص این کارپلی یه گزینه هم بسته به مدل ماشینتون اینجا داره که اینو بزنید میره توی سیستم خود ماشین یعنی اینو بزنم برمیگرده به یو آی خود ماشین و در واقع مثل دکمه اگزیت عمل میکنه خلاصه این محیط کارپلی بود که بهتون نشون دادم اگه خودروتون از کارپلی پشتیبانی میکنه میتونید ازش استفاده کنید خیلی بهتون کمک میکنه که کمتر از گوشیتون توی ماشین استفاده کنید و اطلاعات به درد بخور حین رانندگی رو, رو روی صفحه نمایش ماشینتون ببینید به جای که هی مجبور باشید گوشیتون رو بردارید و ببینید چه اتفاقی داره میفته اگه از این ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید و اگه فکر میکنید به درد دوستیتون میخوره حتما اون رو براش به اشتراک بذارید Merci